هستید. امیدوارم خوب باشید و بیننده برنامه ما. خب سال نوه و تحولات و تغییرات به وجود اومده، برنامه ها یه مقداری جا به جا شده و هم اکنون برنامه ها گشته به حالت معمولیش. من برای کسانی که بار اول احتمالا برنامه رو میبینید، روانشناس هستم، روان درمانگر در رابطه با خانواده، ازدواج، نوجوانان، کودکان و سالمندان کار میکنم. مسائل و بحرانهای زندگی، اختلالات رفتاری، استراب، افسردگی، وسواس ها و انواع تست های علمی رو انجام میدیم در دفترمون. تست هوش، تشخیص عدم تمرکز با عدم یادگیری یا افسردگی و استراب، آزمون هایی است که بهشون میگیم سایکولوژیکال تستینگ، نورو سایکولوژیکال تستینگ، ادویکیشنال تستینگ. و این آزمون های به خصوصی نیست، معمولا با کامپیوتر هستش و یا روی کاغذ هستش که شما این آزمون ها رو میگیرید و میبینید که چقدر زندگیتون عوض میشه. مریم خانمم با آرم اومدن، من متوجه نشدم. بله، خب ما برخی اوقات بیمه مدیکر رو میگیریم، نه برخی اوقات، اغلب بیمارم میپذیریم. و اگر دوست دارید با ما تماس بگیرید، میتونید با همون شماره تلفنی که روی تلویزیون هست 818-344-6818 تماس بگیرید. لیست کتابامونو مریم خانم نشون میدن و بعد هم تلفنیست که بر ایران اگر میخواید سفارش برید 0912-307-2278 و 0919-578. بله دارید میبینید دیگه، 1366. مرسی خانم مریم. و در این برنامه اگر پرسشی دارید در رابطه با خودتون، حال خودتون، مسائلیست که حل نشده است، نمیدونید چه بکنید، و در رابطه با خودتون، اطرافیانتون، همسرتون، فرزندانتون، میتونید تشریف بیارید روی خط و ما در خدمتون هستیم و جوابتون رو میدیم. در دفترم دکتر پیمان رؤوفی با من کار میکنیم و بایو فیدبک و نرو فیدبک انجام میدیم برای آرامش، برای اضافه شدن حافظه و تمرکز شما، برای اختلالات افسردگی و استراب، برای اون وسواس ها میتونیم کمکتون کنیم. راهکارهای موثر برای رسیدن به خودباوری رو بایتون کار میکنیم، اعتماد به نفس، و یاد بگیرید در واقع چطوری بگید نه، چجوری بگید نه، چگونه سطح آگاهیتون رو بالا ببرید، از طریق یاد گرفتن قوانین موفقیت. یعنی شاه کلیدا دستتون باشه و ببینید که چگونه تو زندگیتون معجزه میکنه و چگونه راز نفوذ در دل عزیزان رو یاد میگیرید. چگونه یاد میگیرید وقتی یه مسئله بدی بر من اتفاق افتاده چه نگاهی داشته باشم بهش، آیا این آخر زندگیمه و همه چیز سخت و دردناکه، یا این یک چالنجه، یک چالشه و یک چیزی ازش یاد میگیرم. نگاه کنیم ببینیم که به قول معروف از لیمو ترش تلخ و ترش چه لیمو ترش، لیموی شیرینی میتونیم درست کنیم. از یک قهر و دعوا میتونیم در رابطه با ازدواج میتونیم چه چیزایی رو یاد بگیریم، چگونه اصلا باید ازدواج موفق باشه. همچنین اگر بخواید در پی ازدواج هستید، میتونید با ما تماس بگیرید. آزمون‌های خوب، سوال‌های خیلی خوبی داریم که بهتون بعد از اینکه سوال‌ها رو جواب میدید، کامپیوترایز هستن همه این سوال‌ها، توی کامپیوتر میزنیم و بهتون جواب میدیم که بله شما در این موارد با همدیگه همدل هستید، همدیگه رو میتونید درک بکنید و در این موارد شما اشکال دارید، بنابراین میتونید کمک بگیرید. برای مشاوره فردی، مشاوره برای کودکان، نوجوانان، همسران، و میتونید تماس بگیرید، چه تلفنی چه حضوری در دو شهر لس آنجلس و تارزانا. یادمون باشه کسانی کمک میگیرند، کسانی کمک میگیرند که در زندگی که اونها بدونن که مسئله دارن، و اونهایی که مسئله رو فکر میکنن نداریم، ما عالی هستیم، رابطه اصلا خوبه، اصلا قراره که اینجوری باشه. خب اگه شوهرم بد اخلاقی میکنه یا خانمم بد اخلاقی میکنه، خب اصلا زندگی همینه دیگه بابا، قراره اینجوری باشه، مگه
پدرم اینجوری نبود، مگه مادرم اینجوری نبود، زندگی اینجوری بود، پس قراره که این چنین باشه و میسوزیم و میسازیم. اون کار نمیکنه. شما قرار نیست بسوزید و بسازید. کامپرومایز به معنی سازش هست، به معنی پذیرش هست، ولی نه به معنی مظلوم بودن و ویکتیم بودن و اون سوزش و ساختنی که مادرها و پدرها اغلب میگفتند با لباس سفید میری با کفنم میای بیرون. نه الان امروزه ننگ طلاق، اصلا من مخالفم با طلاق، در سه مورد واقعا میگم میشه راجبش فکر کرد، ولی در واقع باید زندگی رو حل کرد، باید ریشه یابی کرد و مسائل رو حل کرد، برای اینکه وقتی که یک رابطه خرابه تأثیر مستقیمش روی بچه ها هستش. وقتی توی خانواده بد اخلاقیه، عصبانیت، خشمه، یه جوری شما اجازه دادید که این رابطه همین جوری بمونه. چون بعضی وقتا اون آدم های بد اخلاق هم که میگیم خیلی بد اخلاقن، با همه بد اخلاق نیستن، با برخی ها بیشتر بد اخلاقی میکنن، ولی شما نمیدونید چه کار بکنید. خب در مورد اینکه طلاق چجوریه، ما با طلاق جایی میگیم که میتونه جواب باشه اینکه خیانتی شده باشه و کسی نخواد برگرده به زندگیش، دومی که مواد مخدری باشه و نتونه کاری بکنه، و تهاجم و کتک زدن و کتک کاری باشه. و باور من اینه که یعنی کاری که ما کردیم در هر سه مورد تونستیم کمک کنیم که رابطه رو حفظ کنید. بیشتر حالا راجع به موضوع بداخلاقی میخوام صحبت کنم. ریشه‌های بداخلاقی چیه؟ ما تو زندگیمون یک گزینش داریم، یعنی در زندگیمون معمولا میتونیم رو کسانی رو که مایلیم با اونا روابط دوستانه داشته باشیم انتخاب کنیم. الان میام خدمتتون. اما گاهی شرایط طوری پیش میاد که مجبوریم با کسانی ارتباط برقرار کنیم که علاقه هم به برقراری ارتباط نداریم و دیگه ارتباط رو برقرار کردیم، نمیدونیم چیکار کنیم. بیشتر میگم. جونم بفرمایید. سلام خانم، حال شما؟ خیلی متشکرم، مرسی. من یه سوال داشتم. من با دوستم زندگی میکردم، با یه دختری زندگی میکردم، بعد اون الان از پیش ما موف کرده رفته، مجبور شد که من نمیخواستم دیگه با اون زندگی کنم، ولی هنوز با هم تو اون ساختمانی که زندگی میکردیم اون یه طبقه دیگه زندگی میکنه. از لحاظ روحی خیلی افسرده است و نیاز به کمک داره، ولی هیچ دکتری روانشناسی اصلا این چیزا رو قبول نداره. کسی که براش به نظرش مشکل ایجاد کرده من هستم، با کسی هم که فقط میشناسه باز منم، یعنی فقط تنها ارتباطش منم و خانوادم. حالا این خیلی به ما فشار میاره، چون نمیتونیم کمکش کنیم. هر موقع میخوایم کمکش کنیم برمیگرده به تمام مشکلاتی که ما فکر میکنیم واسش ایجاد کردیم، به خاطر ما اومده کانادا، تنها شده، ولش کردیم و همه اینا. حالا نمیدونیم چطوری باش کنار بیایم، چطوری کمکش کنیم، در این حالی که خودمون از پسش برداریم، به خودمون آسیب کمتر برسه و اونم انقدر آزار نرسونه. دقیقاً. سوال من از شما اینه که چطوری شد که وارد منزل و خانه‌تون کردید و باشون زندگی کردید؟ انتخاب شما چجوری، بر اصل چه موضوعی بود؟ من دوستم با هم از ایران اومدیم کانادا. اوکی. با هم اومدید، ولی شما میتونستید انتخاب نکنید که با ایشون زندگی کنید؟ نمیشناختیشون اون موقع؟ چرا برای همیشه فکر میکردم خب این تنها میمونه، گناه داره. و این که موندم و فکر میکردم که یه روز این خودش میره رو دنبال زندگی خودش، رو پای خودش میسته، ولی شخص این اتفاق نیفت. پس یک کاغذ مداد وردار عزیزم بنویس که فکر کردم که تنهاست و یه جوری احساس کردم که نیاز به کمک داره، درسته؟ و گناه داره. بله. و نمیتونه از عهده زندگیش برات. بله. و دیگه چی شد؟ چه دلایل دیگه داشتین که باش زندگی کردین؟ من خانم نوروی این دلایل الان میدونم. نه من میخوام شما بگیم به من. چه دلایل دیگه داشت؟ فکر میکردم که روی خودش نمیتونه بیسته.
اوکی. من یکم از اون جلو سریع‌ترم، خیلی اون آروم آروم پیش میره. اوکی، بله. بنابراین هر جا که مشکلی پیش میومد، کاری بود، تلفنی، هر چیزی، حتی زبان، من میدویدم جلوتر، من کمکش میکردم تو درس ها، من کمکش میکردم اپلیکیشن. بعد یه سو دیگه بعد از چند سال دیدم واقعا نمیکشم، نمیتونم یکی دیگرم با خودم بکشم. درسته. بعد موقع بود که گفتم تو برو دنبال زندگی خودت کن، من خواهم زندگی خودم داشته باشم. اوکی، بسیار عالی. اون وارد توی زندگی هیچ وقت تنها نبوده، حتی ایران هم که بوده با یه خواهر دوقلوش بوده، همیشه دورش آدم های مختلف بودن. الان توی کانادا هیچ کسی نداره جز ما. دوستم از اونایی نیست که دوست پیدا کنه. دکترم که میرفته به من گفتن افسردگی شدید داره، ممکنه حتی به خودکشی بکشه، ولی مقصرش تو نیستی. ولی الان این براش خوبه که روپای خودشه، ولی الان تقریبا یک سال و چهار ماهه، چهارده ماهه، ولی هنوز درگیر همون مشکلاته. همش میگه مقصر شما بودین، من دنبال جواب سوالا میکردم. عصبانی میشه، بعد یه دفعه آروم میشه، در عرض یک ساعت چندین حالات مختلف داره. دقیقاً، یعنی مود دیسوردر داره. خب بنویسید که برای خودتون که من تمام این کارها رو کردم چون فکر میکردم که خب من زرنگترم، من رو پام وای میسم، من تندم، من بلدم، من میدونم، و ایشون نمیدونه، تنهام هست، نمیدونه، افسردگی هم داره و تازه بعد از اینکه همه این کارها رو هم کردم منو مقصر میدونه. درسته؟ مقصر میدونه. و اضافه کنید از شما انتظار داره، از شما انتظار داره، چون شما طوری بودید با ایشون که این حق رو به ایشون دادید که ایشون یه همچین انتظاراتی از شما داشته باشه. متوجه میشید؟ نگرانی شما، استراب شما، حال خود شما زیاد مناسب نیست. الانم که جدا شدید ازش نگرانشید. متوجه هستید؟ و نمیتونی به زندگی خودت بپردازی. در صورتی که 14 یا 16 ماه گفتید، یک سال و چهار ماه روپای خودش بوده، متوجه هستید؟ هر جوری بوده روپای خودش بوده، زندگی کرده، و اونجاست که شما خودتون رو طوری میبینید که یعنی احساس گناه میکنید، اگه من نباشم چی میشه، نگرانشم، ناراحتشم. اونجاست که شما بار سنگین مسئولیت یک خانم رو دارید به دوش خودتون میکشید. از یه طرف نگاه کنیم انسان فوق‌العاده خوبی هستید، خیلی انسان خوبی هستید، ولی از یک طرف دیگه شما فکر میکنید فقط شمایید که میتونید ایشون رو نجات بدید. متوجه اید؟ بله. باور ندارید که او هم قدرت هایی داره. او هم داره. بله. ولی فقط این که من میگم خیلی تنهاست، میریم خونش، اتاق هنوز تاریک، پرده ها کشیده است، با یه نور بخاری نشسته، ویکندا که میشه دیوونه میشه که هیچ کس نیست، کسی رو نمیشناسه. همین که نگرانش میشیم که نکنه یه بلای سر خودش بیاره، بعد فقط ما این که اینجا میشناسیم. متوجه هستم. بعد ما کاری نکنیم. متوجه هستم. چه کار میتونید بکنید؟ چون اگر زمانی که نگران هستید، زمانی که به شما میگه که میخوام خودمو بکشم، فوری شما باید به اینفورمیشن زنگ بزنید، به پلیس زنگ بزنید، اونا میبرنش، یا 24 ساعت، 48 ساعت، 7 روز، 14 روز، 21 روز یا بیشتر نگرش میدارن، دارو میدن، با مسئولیت خودش آزادشون میکنن دیگه، خودشون مسئولن، روانشناس و روانپزشک و تیم هستش، پت تیم هست که تو کانادا هم هستش، کمکش میکنن، ولی یه مسئولیت شما نیست. اگر شما شک دارید، اگر وقتی میرید میبینید پرده آویزونه و بسته است و تاریکه و ناراحته و این احساس رو بهتون میده یا میگه، باید بگه من میخوام اصلا خودم بکشم راحت شم، و اینکه شما دوستش دارید باید به پلیس زنگ بزنید، باید ببرنش و مداواش کنن. همین. شما نمیتونی با ترس زندگی کنی خودت، شب و روز نداشته باشی، برای این کسی که منطقی نیست، درک نداره، حاضر نیست با شما صحبت کنه، حاضر نیست مشاوره بره، حاضر نیست دارو بخوره، و شما رو چیکار کرده؟ شما رو این وسط داره یه جوری منیپولیت میکنه و میچرخونه. شما مثل مثلا شما مثل یه تینیجر، شما یه بچه، شما
احساس چیه نسبت به ایشون، به این خانم؟ من خب دوستم خیلی ساله میشناسمش، ولی ناراحت دلم خود از این شرایط بیاد بیرون. آره. ولی هر چی دست و پا میزنه انگار به هیچ جا نمیرسه. ولی من که بیرونه میبینم که اون کمک میخواد. آره عزیزم ببینید، نه مگه یک دونه این مثالی براتون میزنم، چشم پزشک وقتی میره مهمونی یه قطره دستش نیست بده بریزه تو چشمای آدم ها. ما که روانشناس هستیم تو یک مهمانی میریم اصلا اجازه نمیدیم کسی پرسش رو پاسخ کنه راجع به حالش، اونجا یه مهمانیه. شما داری تو زندگیت متخصصی شدی که باید بهشون کمک کنی. من میدونم ایشون کمک لازم داره، آخه تا خودش نه دنبال کمک شما چجوری میتونی به یه خانم حالا نمیدونم چند سالشونه؟ خب شما چه جوری میتونی کمک کنی؟ آیا تا حالا تونستید؟ نه خودم خیلی بیشتر آزار میبینم. آفرین. رفتار اون در رابطه با خودشه، ذهنشه، فکرشه، متوجه هستید؟ و شما هیچ کنترلی ندارید، ولی شما رو خودتون، احساستون، اندیشتون، کلامتون، بیانتون، رفتارتون، عقیدتون کنترل دارید، اداره میتونید کنید. در واقع کنترل نه، اداره میتونید بکنید. شما قراره با خودتون حرف بزنید، سلف تاک، که من که کاری نمیتونم کنم. هر دفعه میرم بهش میگم من نگرانتم، میخوام ببرم دکتر. اگه میخوای من بیام ببینم بهت، میخوام بریم دکتر. اگه میخوای تماس داشته باشم، میخوام بریم دکتر. وقتی شما میرید باهاش سر میزنید، هر چند وقت میرید سر میزنید؟ معمولا ویکند به ویکند، چون یه طبقه فاصله داریم. یه طبقه. بله. وقت ویکند به ویکند میرین چه مدت پلوشین؟ مثلا یکی دو ساعت نشستیم خوب نگاه میکنیم تمام میشه، بعد آخرش دوباره شروع میشه که من دستتون ناراحتم، تو باعث شدی من بیام کام دامن که اینجا هیچ کس نداشتم، امیدوار دعا میکنم که اصلا شرایط خوبه نیست ولی سرت بیار اینجوری که شد واسه من، ولی اصلا خوب نیست، من هیچ وقت الان نمیخواست اینجوری زندگی کنم، متنفرم از شرایطی که توش هستم. خب احساس گناه به شما میده، بدترین احساسی است که یک نفر به آدم میتونه بده، سرزنش میکنه. من میگم من واقعا همچین وقتی نداشتم، من اصلا نمیدونستم که چی میشه، من فکر میکردم تو میرم الان هم دیر نشد، الان هم هر جوری که فکر میکنی اگه میدونی این شرایط برات خوب نیست خب تغییرش میدی. من چرا شرایط عوض کردم؟ برای که برام راضی نبودم، تا هم اگه اذیت میشه باید باشه که میگه نه من باش میجنگم تا جواب سوالام پیدا کنم. آه، پس شما دارید متوجه میشید که چقدر حالش بده؟ بله. خب پس اگر متوجه میشید که انقدر این حالش بده، شما چطوریه که توی چالش میافتید؟ در واقع این تایتلش میکنید، این پاورش میکنید، توانمندش میکنید، این ایبلش میکنید، این ایبلش. هیچ کاری نمیتونید بکنید. تنها رایی که من میام دیدنت، به محض اینکه دوست خوب من شروع کردی که احساس گناه به من بدی، بگی من برا سر دوردم، من این کارا رو باید کردم، من از اینجا میرم، خداحافظ. یعنی پاشو بیای بری. دیگه یعنی بد اخلاقی بکنی به من، من دیگه با شما نمیام، هفته دیگه نمیام سر بزنم بهت. متوجه هستید؟ اگر این کار درسته، اگه وقت داشتیم بپرسم، اگه بله. وقتی که این کار میکنم مثلا ولی میکنم میام عصبانی میشه، میاد میخواد نازی که مثلا با مش بزن صورت من، ولی جلو خودش رو میگیره. آه ولی میگیره جلو خودش رو. آره کنترل میکنه، ولی عصبانی تو چهرهش میبینم، برای همین ترجیح میدم برم عصبانی تمام بشه بعد اونجا رو ترک کنم که وقتی نیست. من یه کار آه آه یعنی تو دیوار مثلا یا نمیدونم تو دیوار یا زدن شما. من احساس میکنم تو آنو نشده بزنه، ولی میدونم وقتی عصبانی میشه انگار میره اون آدم یکی دیگه میاد، عصبانیشون سخته واسش کنترل کنه، باید مکس کنی بهش بگی برگرد آروم شو تموم شده چی؟ نه گوش کنه از دلم، نه اینجوری نیستش، نه اینا رو متوجه هستم، ولی همین آدم ها با همه آدم ها یک جور رفتار نمی کنن. درست مثل تینیجر ها با مادر یه جورن، با معلم یه جورن، با دوست دختر دوست پسر یه جورن، با پدر یه جورن، با خاله عمه دایی یه جورن، برای اینکه هر کسی رابطه مخصوصی باهاش داره. شما اینیبلش کردید، شما اجازه دادید که با شما اینجوری رفتار کنه، شما خودت میترسی و نگران هستی. برای همین برای اینکه شما بخوای اینو راحت تر باشی تلفنی بهش میگی، میگه من دارم میام ببینمت، خیلی هم دوستت دارم،
خیلی هم برات اهمیت قائلم، اگر هم هست تکرار این برنامه رو بذاری ببینن، من دوستت دارم و میخوام بیام ببینمت، ولی من تالرنس یا تحمل بی احترامی رو ندارم. خب بیام با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم، یا بریم سوار ماشین شیم، یا بریم سینما، یا بریم قهوه بخوریم، یا بریم رستوران، یا بریم یه کاری بکنیم. میخوای بیام اینجوری باهاش صحبت کنین؟ مثل یک دختر 32 ساله مشهور بزرگسال، نه مثل یک کودک که میترسم یه چیزی بگم از کوره در و یه چیزی اتفاق بیفته. متوجه هستید شما باید چیکار بکنید؟ شما قراره در مورد ایشون قوی بشی، شما قراره قوی بشی، شما قراره از اخونمی های دیگه فکر این که یه چیز بدی اتفاق میفته نکنی. من حالا ریشه های بد اخلاقی رو میگم، مقدارش به این ربط داره، بعد خطا رو جواب میدم، ولی چیزی که داره اتفاق میفته، شما یه جوری مثل یه مادر، مثل یک دونه نمیدونم کسیست که یادش میندازی از یه نفر که باهاش رفتاری کرده، حالا همش داره شما رو مقصر میدونه. درسته که میتونه طوری باشی که باهاش زنگ میزنی، دوستت دارم، خیلی هم خوب، امروز میخوام یه کتاب بیارم با هم دیگه بخونیم، میخوام با هم دیگه بریم بیرون. یادت باشه اگر یه چیزی بگی که من ناراحت شم، منم از کوره در میرم، مجبورم که ترک کنم، نه اینکه من سازش میکنم تو میتونی داد بزنی، من میترسم دیوارو مش بزنی. میدونی چی میگم؟ بله. متوجه هستید؟ یه پرسشی دارم، آیا در و دیوار و اینا رو سوراخ کرده؟ نه نکرده. پس شما از کجا میترسی که فکر میکنی همچین کاری میکنه؟ بلکه وقتی که با هم زندگی میکردیم یکی دوبار عصبانی که شد، مثلا میدیدم که قشنگ مشیشو میبرد طرف صورت من، نگه میداشت. خب پس میتونه نگه داره، پس میتونه نگه. میتونه نگه داره، پس این علامت خیلی خوبیه، پس مطمئن باشید که میتونه نگه داره. اوکی. بله بله. اگر دیدید جانم پس این کاری که باید گفتیم میکنم. آره تمرین کنید، به ما زنگ بزنید، ولی قلبن این کار رو بکنید و قلبن با ترستون روبرو بشید، چون شما اگر با ترستون روبرو نشید او حس میکنه. آدم ها خیلی وقتا فکر ما رو میخونن، من میگم فکر ما بوداره، آدم ها میفهمن. و وقتی که شما با ترس و دلهوره میری، اونم کیو سرزنش کنی؟ تنها کسی که داره اینه که بیاد عصبانی بشه و سرش داره بیداد کنه شما هستید. زندگی خودش، زندگی میزربل خودش رو بریزه سر شما. روابط مادرها با بچه هاشون اینجوریه، روابط دوتا دوست نباید اینجور باشه، روابط پدر مادر با بچه هاشون میتونه اینطوری باشه که بچه ها بیان همه چیز بریزن سر مادر پدر، یا مادر پدر سر بچه ها بریزن، ولی نباید یه روابط صمیمانه عاشقانه دوستانه اینجوری باشه. دوستی که ما انتخاب ما دوست رو انتخاب میکنیم. اگر حالت آزار باشه، ابیوز باشه، چرا کردی، چرا گفتی، چرا رفتی، چطوری باشه، همش چرا باشه که شما ادامه نمیدید تو دوستید. دوست انتخابه، همسر انتخابه، حتی فامیلم بعد از یه مدت که اینجوری بشه شما باید انتخاب کنی که میخوای چیکار بکنی. ما حق گزینش داریم در زندگیمون، میتونیم کسانی که مایلیم با اونا روابط خوبی داشته باشیم، الان دوستتونه، روابط دوستانه داشته باشید، انتخاب کنید. ولی حالا که اینجوری شده، حالا که ازدواج نکردید با ایشون، حالا که رابطه اینجوری شده، شما لازمی نداره ادامه بدید. نگاه کنید ببینید کم بوده شما کجاست عزیزم؟ من فقط نگران اونم الان. نه نگران خودتون باشید، 16 ماه داره زندگی میکنه، خطری بود با این مدت خونده سر کار میره، فقط هدفه که منو میبینه مخصوصا. بله. نه 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 نه، به قول معروف داره منیپلیت میکنه، شما رو میچرخونه و شما اجازه میدید که بررسی کنید اونچه که گفتید راجب خودتون. من نوشتم اینجا و اونچه که من دارم میبینم اینه که شما دارید ایشون رو یک جوری مثل یک بچه و نوجوان باش رفتار میکنه و اون هم بد اخلاقی میکنه و این رفتار رو با شما داره. شما قراره که خودتو عوض کنی، یکم پذیرا باشی که او هم زندگی خودش رو قادر اداره کنه و شما نیستید که میتونید خیلی کار رو برای اون بکنید، خودش هم قادره با زندگیش روبرو بشه و حل کنه. مرسی از تلفنتون. مرسی از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بد اخلاقا معمولا کسانی هستن که بیشتر مردم تمایل دارن اصلا با اونا کمتر رابطه داشته باشن. افرادی هستن که یه کاستی هایی دارن، یه ضعفایی دارن، یه ناکامیایی دارن، یه جور عقده هایی دارن و بعضی افراد مصرانه میخوان به اینا کمک کنن ولی اغلب دوست دارن با اینا رفت آمد نداشته باشن. برای اینکه زمانی که شما میخواید با این افراد رفت آمد داشته باشید، نزاکت اجتماعی داشته باشید، ادب رو رعایت کنید و وقتی که قدر شما رو نمیدونن و با شما رفتار نامناسب دارن، چگونه میخواید این رابطه رو ادامه بدید؟ بد اخلاق هایی هم هستن که در زندگی همه وجود دارن که میتونه همسرتون باشه، میتونه فرزندتون باشه، حالا ما ریشش هم میگیم. میخواید نگاه کنید ببینید که خب حالا اگر این یک جا بد اخلاقی میکنه، با وجود اینا، با این عیبی که داره، این کمبودها رو داره، کجا رفتارهای خوبی داره، کجا انسان خیلی خوبیه، کجاست که حالا یه بد اخلاقی کوچیکی کرده ولی خیلی جاها کارهای خیلی خوبی میکنه. اونجاست که گزینه شما اینه که، تصمیم شما اینه که میخوام باش باشم یا نباشم. حالا این بد اخلاقی ریشش چیه؟ یکیش ریشه های جسمانی داره. تندخویی از جمله صفت ها و خصلت هایی است که ریشه در بیماری های فیزیکی میتونه داشته باشه. بعضی وقتا ضعف بنیه، خستگی هستش میتونه داشته باشه. یک نفر میتونه از این بد اخلاقی از قدر داخلی باشه، میتونه در رابطه با مغزش، فکرش، ورم مغز باشه. بیشترش بیماری های جسمی هستش، فیزیکی هستش. بعد میتونه فشارهای روانی باشه، همینجور که گفتم حقارت ها و مسائل عقده ها و مسائلی که حل نشده. برخی از کسانی که خیلی تندخو عصبانی هستن معمولا میتونن در محیط های قرار داشته بودن که با محیط زندگی خودشون واقعا سازگاری نداشتند و مسائلی بوده تو خانواده اتفاق افتاده، تو محیطشون اتفاق افتاده. مثلا خانواده به خصوص تندخویی های پدر و مادر الگو برداری میکنن بچه ها و اون آموزگاران بعد، اون مادر و بزرگ و پدر بزرگ و دوستان اطراف و غیره که باعث اذیت شدنشون شده. بنابراین نگاه کنید ببینید که چه کار میخواید بکنید با اینها و تصمیم شما تو زندگی چیه و انتخاب شما چیه، ولی اجازه ندید زندگیتون رو نابود کنن. اجازه ندید، چون شما هستید که یک جوری بهشون اجازه میدید که با شما یه همچین رفتاری کنن. یادم بد اخلاق با یه نفر خیلی بد اخلاقه، با یکی دیگه خیلی هم مواظب تعظیم عرض میکنه، خیلی هم منفعه چیزی نشه که ناراحت بشه. جانم بفرمایید. سلام خانم. سلام عزیزم، حالتون چطوره؟ هستیم خوبم. خانم نورانی خیلی ممنون از برنامه. خواهش میکنم. من مشکل داشتم با شوهرم چند سال دوستان بیشم با شما صحبت کردم، از این که با تون صحبت کردم، بعد ای آقا باید کسی نشون بارم ولی همش که چکار با این زن با اون زن باشه و چند بارم حالا خیانت کرده. بعد من حالا اومدم تو آمریکای شمالی، نمیدونم حالا چیکار کنم، میگم خونم زندگیمو بکنم، پول بیارم، این نمیدونم باش چیکار کنم. بله، پس چند سالشون ایشون؟ 71 دوستانشون هست. بله، چند سال شما ازدواج کردین؟ 40 سال. 40 سال شما با ایشون ازدواج کردید و ایشون 40 سال به شما خیانت کردن؟ بله. تمام این مدت نشونستم ولی این اواخر خیلی متوجهشون شدم. متوجه شدیم؟ بله. بعد موقع بچه ها کوچک بودن متوجه نمیشدن. آه، متوجه نشدین. چند تا بچه دارین؟ من 3 تا بچه دارم. بله، اون وقت چه کسایی دیگه متوجه شدن که ایشون این کارو میکنه؟ خیلی ها متوجه شدن. بله. خیلی ها میدونن. خیلی ها میدونن. اون وقت چند؟ خب با قوانین ایران دیگه ایشون میگه من میتونم این کارا رو بکنم. من میتونم این کارا رو بکنم. ولی شما که الان ایران نیستید؟ نه دیگه. بله. وقت چند ساله اومدین آمریکای شمالی؟ 1.5 سال. بله، 1.5 سال اومدید. وقت تو این 1.5 سال هم ایشون خیانت کردن؟
نه دیگه اینجا نمیتونه کارها رو بکنه. آه نمیتونه بکنه، ولی شما نمیتونیم ببخشینش؟ نه من میبخشمش، ولی میترسم که بازم بگذار بشه. ناراحتم که چرا باید ببخشمش. آه نه اوکی اوکی، ولی الان که این چیز اتفاق نمیافته؟ نه نه خب الان دیگه خوبه، همه چشم از اختیار منه، وضعیت مالش اینا هرچی داره دست منه. آه ولی شما دارین نگاه میکنین که خب الان که داره این قبلا که ایشون خیانت کرده من هنوز نمیتونم ببخشمش و خیلی حالم بده، درست درسته؟ بله. خب میدونین و میگین که چرا ببخشمش؟ نه خانم دکتر ببخشید، میخواستم از شما بپرسم شما فکر میکنید دیگه خوب میشه یا همونطوره؟ با من فکر میکنم این آدم 70 ساله دیگه چقدر حال و انرژی داره که رابطه داشته باشه با اینو و چقدر فرصت داره این کارو بکنه. مثلا شما که همش پلوشین. من با شما صحبت کردم، شما گفتین ایشون شیدایی داره. خب حالا داره، حالا من صحبت کردم شیدایی هم داره، الان چی؟ الان میدونم. نه 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 من ببین الان دیگه من نگران شما هستم که یک موضوعی بوده، 40 سال شما ازدواج کردید، ایشون 70 سالشه و همه ماجراها گذشته و شما هنوز دارین چی کار میکنین به جای بخشایش و گشایش؟ دارین چی کار میکنین؟ مسائل گذشته بخشیدمش، همم کنارش هستم، همم نبخشیدید. شما ببین مسائل گذشته، آره من نبخشیدید، نبخشیدید. اگر هیچ وقت نمیتونستید مسائل گذشته رو نادیده بگیرید پس نبخشیدید، شما نبخشیدید عزیز دلم. فکر یعنی فکر کنید دیدیم. که اولا به چشم خودتون دیدین که خیانت کرده؟ بله. چجوری؟ بله دیدم دیگه، شما داشتن صحبتاش جلو خودم واشن صحبت میکرد. چجوری؟ گفت من میتونم، میتونم برم با کسی؟ بله. نه نه عزیز دلم، آیا شما گیرشون انداختی که با یه خانمی بودن ایشون؟ درست. آره دیدین با یه خانمی توی خونه؟ بله. آیا تو اون خونه بودن میتونسته یه جلسه ای باشه، یه کاری باشه، یه چیزی باشه؟ آخه خانم مثلا 2 سال 3 سال 4 سال که دیگه با یه بار که نبوده. آها 4 سال وقتی که با یکی رابطه داره دیگه داشته دیگه مرتب. خب چرا اون وقتی که جوانتر بودید ایشون جوانتر بود این 3-4 سال یک رابطه ای داشته با یکی کاری نکردین؟ موقع من اینطوری نبود، یه اواخر که سنش بالا رفت بدتر شد. آره ولی شما اون 3-4 سال زجر و درد و رنج و نفرت و غضب و خشم و عصبانیت و افسردگی داشتید، کاری نکردید درسته؟ خیلی تلاش کردم. چی کار کردی؟ ولی بهش میگفتم این کارها رو نباید بکنی، برات خوب نیست، برای شخصیتت خوب نیست، گوش نمیداد. خب چاره‌ای هم نداشتید کاری کنید؟ آره دیگه کاری دیگه هم نمیتونم. بچه‌ها چی؟ بچه‌ها بچه‌ها هم همه میگن که نباید تحمل میکردیم، باید دلشون میکردیم. خب پس شما خوب گوش کن نازنین من، گل من، شما 3-4 سال تحمل کردید. خب این استرس رو داشتید، ناراحتی ها رو داشتید، درسته؟ بله. تعامل کردید، حالا گذشت و تموم شده، این آقا شده 70 سالش. خب بله. حالا الان که دیگه 70 سالش شده و همه چی دست شماست و کنترل دارید و همه چی رو اداره میکنید و متوجه هستید، بله. چجوری نمیتونید دیگه بسپرید به ذهنتون رو خالی کنید یا مشاوره بگیرید برید با یکی کار بکنید که دیگه بگید که تموم شد؟ متوجه هستید؟ بله. تموم شد دیگه، این رفت و دیگه حالا همچی 70 سال هست هیچ کم نگاش نمی کنه و دیگه کی دنبال اینه؟ متوجه هستین؟ بله. و من چرا دارم خودم انقدر ناراحت می کنم؟ یه چیزی که من میخوام بگم وقتی ما نمی بخشیم اینه که در رابطه با حادثه بدی که اتفاق افتاده بارها و بارها و بارها به این و اون و اطرافیان دوستان میگیم و هر بارم که میگیم دوباره یادمون میاد، درسته؟ بله. بعد چی میشه؟ وقتی که میگیم یادمون میاد، حالا شما یادت میاد که خیانت شده
خیانت شد تموم شد رفت، اگر شده خیانت شده تموم شده رفته، ولی شما الان اون شخص هم حضور نداره، این آقام دیگه با این از این کارا نمیکنه، قدرت نداره، اجازه نداره، نمیتونه، به چیزیست که انجام نمیشه. ولی متوجه میشید که اون زمان تموم شده، اون رابطه تموم شده، همه چیز از بین رفته، ولی وقتی که شما هی راجبش فکر میکنید، این مثل که حضور داره براتون. متوجه هستید؟ بله. مگه نه؟ بعضی موقع خواهم بکنید، ولی بعضی موقع میگه من برمیگردم ایران. میدونید؟ خب میگه برمیگردم ایران چیکار میکنه؟ خب بذارید دوباره همون کارا رو برو بکن. خب چرا نمیذاریم برگرده ایران بره بکنه؟ نه کارش ندارم، خودش هم میدونم. بگو خواهش میکنم هر وقت خواستی این غلط ها رو بکنی تشریف ببر ایران، دیگه هم بر نگرد، قبلش مال و املاک به اسم شما بشه. جدی دارم میگم، چرا جرات نمیکنیم بگیم بفرما تشریف ببر؟ نه گفتم شما اگه بخواهید وضعی ادامه بدیم برگرد. آخه اینکه وضعی ادامه نمیده بیچاره، الان سالاست که از این کارا نمیکنه. نه سالا نیستم، این دیگه چند وقته؟ همین یک سال و نیمه. خب یک سال و نیمه که دیگه کاری نکرده. بعد بله نذاشتیمش دیگه هیچ ارتباطی با کسی بگیره. و گوش میکنه به شما؟ دیگه یه مقداری کنترل کردیم، از نظر مالی دیگه پولی تو دستش نیست که بتونه کاری بکنه. پولاش همه داده رفته. بله. خب هر چقدر شما بیشتر بتونید اون فراموش کنید، اون ستمها و زجرهایی که در حقتون وارد شده بیشتر بتونید ببخشید، بیشتر احساس خوشبختی میکنید. و اگر من گفتم یه آدم معنیکی هست، یه بیماره، یعنی یک بیماره، دلایل خیانت کردن و اینکه ایمپالسیو بودن، یک دفعه رفتن و یکی رو دیدن و رابطه ایجاد کردن، یک بیماریه دیگه. ما انواع اقسام خیانت ها داریم، بعضی خیانت ها یک شبه است که خب بله متوجه نیست، یا مسافرته، یا یک جایی یک نفر رو میبینه و یعنی کنترل نداره، اون یعنی بیماریه دیگه. غلطی که قراره نیست بکنه چه زن چه مرد انجام میده و متوجه نیست که در تعهدی است. یکی دیگه دائمیه دیگه، میخواد یه تنوع ایجاد کنه تو زندگیش. یکی نه واقعا معنی که متوجه نیست که چیکار، متوجه هست البته، انتخاب میکنه با این باشه با اون باشه با اون باشه، ولی اون طرفش چجوریه که میمونه تو این رابطه؟ متوجه هستید؟ بله. طرفش چجوریه؟ و حالا موضوع شما تموم شده است، موضوع شما یک موضوع تمام شده است، به وجود نداره. و شمایید که الان داری چی کار میکنی؟ داری بزرگش میکنی؟ داری ناراحت میشی؟ و برای خودت معنا میدی؟ حالا نگاه کن ببین که الان چه رابطتون با هم دیگه خوبه، زندگیتون دارین دوتا اینجا زندگی میکنین، دیگه اون ناراحتی ها رو فراموش کن، با هم دیگه سفری برین، برنامه بگذارین، زندگی رو طور دیگه ببین و عبور کن. اونجایی هم که الان این افکار تکراری برای شما پیش میاد، حالا بعد از تلفن، حالا ممکنه یه چند روز خوب باشی دوباره پیش بیاد، مشاوره بگیر. این یکی. دوم این که یه تمرینی بهتون میدم این هفته انجام بدید. خب در روز برای خودت انتخاب کن سه بار بگو که هر وقت که ناراحت میشی، اولا یه کاغذ مداد بردار بنویس بازم یادم افتاد که این چه کار بدی کرد و چقدر زجر کشیدم و چقدر ناراحت شدم، اینا رو بنویس، ذهنتو خالی کن. خب ذهنتو خالی کن رو کاغذ. بعد برای خودت سه بار قرار بذار، بگو یک بار مثلا 9 حساب، یک بار 3 بعد از اون، یک بارم 10 شب قبل از اینکه بخوابم میرم یه گوشه خونه، همون همیشه یک گوشه خونه، مثلا تو آشپزخونه یه جای خلوت میشینم، کاغذ و مدادم و میارم جلو، مینویسم که چقدر دست این ناراحتم، چقدر از این عصبانیم و اینا رو این مینویسم و به خودم میگم خب، و میریزم بیرون. بعد اگر مثلا یک دفعه 4 صبح شما بیدار شدی تو فکرت اومد، میگی که نه دیگه من قراره 9 صبح برم بنویسم، ولش کن الان، پروندهشو میبندم، با خودم
یا افرمیشن، جمله‌های مثبت، یا بعضیا معتقدن دعا، بعضیا هر چیزی که دوست دارم یا شماره شمردن با خودم میشمرم و میخوابم یا یه کتابی میخونم و میخوابم. ساعت 9 صبح پا میشم میرم اونجا، شروع میکنم میشینم و میگم آره دیگه باز از دستش ناراحتم، اینجوری کرد اینجوری کرد اینجوری کرد، مینویسم. متوجه میشی بعد از چند روز که سه بار در روز این کارو کردی، دیگه ده شب شده و میخوای بخوابی چیزی نداری بنویسی و میگی که تموم شد رفت، همه چیز ریخته شد بیرون. این تکنیک رو استفاده کنید. خواهش میکنم این تکنیک رو استفاده کنین و یادت باشه دیگه عمر خودت رو حروم نمی کنی برای اینکه چی شد چی شد که حالا من دارم اینجوری میکنم، چرا پشیمون نمیشی که وای من زندگی خودم رو خراب کردم، چرا دارم این کارا رو با خودم میکنم. انتخاب با شماست، انتخاب با شماست، انتخاب کن که فراموشش کنی، این فکرها رو بریزی دور و تصمیم کاملا جدی میگیری و ول میکنی. باشه؟ باشه. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به ما زنگ میزنید که بگید که چه کار کردین؟ حتما. آره. خب از که این گوشه خونه رو انتخاب میکنی برای چیز؟ برای گوشه استراب. اسمش رو میذاریم گوشه استراب. باز کردن از فردا شروع کنین. چشم. از فردا شروع کنین و بنویسین، یه دفترچه هم داشته باشین و مرتب بنویسین. مرسی. باشه نازنینم، من منتظرم. دیگه نمیخوام برید اون فکرها و خیالها و حالا معنیک بوده همه چی تموم شده رفته. بله. بسیار علی، ممنونم از تلفنتون. خدا نگهدار. یه پیام کوچیک برمیگردیم. گوشی خدمتتون. فرصت نداریم گوشی خدمتتون. خب جانم بفرمایید. سری سلام خانم دکتر مرادی، من سوالم سر میکنم خلاصه کنم در مورد خانوادم هست. بیشتر از 30 سال پیش تینیجر بودم که اومدم امریکا و برای تحصیل اومدم، ولی از اونجایی که به پدرم گفت پول ندارم سعی کردم کار کنم، بعد خرج بچه هاش رو دستم انداخت. خجه بچه هاشو یعنی برادر خواهرتون؟ بله. شما چند سالتونه؟ من الان سنم 50 خورده. آه وقتی زمانی تینیجر بودین اینجوری شد؟ بله. خب حالا؟ برحال در نهایت اینکه نتونستم تمام از عهده همه خرج بچه هاش بر بیام، در نتیجه اونها عصبانی بودن از دستم، همشون از مادر گرفته تا پدر که بچه ها رو بدبخت کردی و به طور کلی با من قطع رابطه کردن. یعنی منم که فقط رابطه رو با پدر مادرم نگه داشتم. بله بچه ها با شما قطع رابطه کردن برای اینکه انتظار و توقع داشتن شما که یه دختر تینیجر نوجوان بودی بیشتر در خدمتشون باشی. خب حالا اونا خوب نبوده، حالا شما چقدر ناراحتید. بله ولی پدر ما بیشتر از همه از پدر مادرم عصبانی هم که اونها همین رو میگن، یعنی اونها میگن از خانواده از زندگی ما سهمی نداری و به طور کلی من در تنها موندم. یعنی من عوضی که دنبال زندگی خودم برم، با اینکه تحصیلم خوب بود درسم خوب بود به لیسانس اکتفا کردم و زندگی ما وقف اونا کردم و در نهایت نه تحصیلم رو ادامه دادم اونطور که میخواستم، نه اون که باید دنبال ازدواج راستم کسی بودم تو زندگی، ولی تمرکزم روی خانواده‌ام بود و در نهایت من تنها موندم. میدونم، ولی حالا تنها موندم رو من یه موضوع دیگه با شما دارم. الان چرا به این سن نمیخواید یه کاری برای زندگیتون بکنید؟ برای که راستش از عشق و عاشقی هم سیر شدم، یعنی در زندگی من کسایی بودن، تجربه خوبی نداشتم به طور کلی، شاید انتظار بالا داشتم نمیدونم، ولی تمرکزم در این حال رو اونا به اون صورت که باید نبود، یعنی تقصیر خودم بود، ولی به طور کلی از ازدواج های دیگه هم دیدم که خوب نبود، ازدواج پدر مادرم رو نپسندم، یعنی از دوست داشتنم میترسم. بله متوجه هستم. شما حتما چندین جلسه مشاوره لازم داری عزیز دلم
که روبرو بشی با این باورها و نگاه‌ها و رفتارها و ترسات و نگرانی‌ها و استرابت. و بعد یک جمله بگم چون فرصت کمه. ببین، رفتار و گفتار مادر و پدر و خواهر و برادر و اطرافیان شما که از یک دختر به این سن انقدر انتظار داشتن، تنها انعکاس دید خودشونه و بازتاب افکار خودشونه، بس. ولی شما خودت رو نه تنها اون موقع، هنوزم که این سن داری، مسئول نگه نداشتی از نظرات و اعمال اونا و چیکار کردی؟ به خودت گرفتی. بنابراین من خوشحال نیستم، من مظلوم رنج و دردهای بیهوده اونا شدم، من تحصیلمو نکردم و همه چی رو داری به خودت میگیری و داری به شخصی میگیری و رو خودت هم انداختی توی چاله. بنابراین برای شما اینه که چند جلسه مشاوره بگیری و کمک بگیری. باشه عزیزم؟ بله. مسئله اونا هست. بله قربونتون برم، مسئله اونا هست. ولی شما قادری در همیستن تغییر و تحول عظیمی تو زندگیت به وجود بیاری و خوشحال باشی و اصلا توجه نکنی که اونا چی میگن و چه کردن، چون هرچی که اونا گفتن نگاه و برداشت اونا هست، مال شما نبوده، بازتاب افکار اونا هست، به شما ربطی نداره. گل من، متوجه هستید؟ بله. کاش که میشد بیشتر بایتون حرف بزنم، ولی حتما کمک بگیرید نازنینم. خیلی ممنونم. یه خطا همه روشنن و جانم سریع بفرمایید ساعت شما رو سیمه هم خانم. خیلی سوالی داشتم، میخواستم ببینم نظرتون در مورد روح اینا. ای بابا خانم جونم، این چیزها رو از من نپرسید، راجب روان بپرسید و روان چیه. و ممنونم از تلفنتون، مرسی جونم. بفرمایید. الو، سلام خانم، حالتون چطوره؟ من با خانم دکتر میخوام صحبت. بله شما روی آنتن هستش، صداتون سریع بفرمایید. شما رم؟ شما روی آنتنید، صداتون داره از تلویزیون پخش میشه. منم دکتر نوروی هم دارم جواب میدم خانم گل. آها جانم، من خیلی زنگ زدم بر نداشتید. بله ببخشید، مشغول بوده. صحبت میکنه. بله الان دارین صحبت میکنین، برداشتم بفرمایید. آها مرسی. خیلی ممنون. مثل یه با کسی داره تو اون صدای تلویزیونتونه، قربونتون برم. بذار من پشت خط باید حرف بزنم. خط نکنین، من با شما صحبت میکنم، خط نکنین. جونم سریع بفرمایید. ای بابا صدا چرا اینجوریه؟ الو، خب گوشی نگه دارین. الو، بله به گوشی عزیزم. خب دوستان خوبمون، وقت ما تموم شد. در روابطتون یادتون باشه هیچ چیز رو حدس نزنیم، راحت جرأت پیدا کنیم که سوال کنیم، اونجوری که واقعا میخوایم سوال کنیم، بگیم وقتی که تو اونجوری با من حرف زدی آیا منظورت این بود، من این معنا رو دادم، یا بگیم که اینجوری که با من حرف زدی من دوست ندارم، این منو اذیت میکنه. چیزی که اذیتتون میکنه به دیگران بگین، دیگران نمیدونن. اگه میخوای رابطه صمیمانه عاشقانه دوستانه خوب داشته باشید با یک نفر، با تای قلبتون، از تمام وجودتون صحبت بکنید، نه اینکه نقاب داشته باشین. اگر بگم بدش میاد، اگر اینجوری باشم ناراحت میشه. در روابطتون بهترین رو انجام بدید، حد اکثر کوشش و تلاش خودتون رو بکنید، نهایت سعیتون رو بکنید، ولی موقعیت هایی که به وجود میاد که ناراحتید از یک رابطه، خیلی راحت با زبان ساده صحبت کنید، به جای اینکه سرزنش کنید خودتونو، احساس گناه کنید، احساس پشیمانی کنید و شب خوابتون نره. خب برای مشاوره حضوری و تلفنی میتونید با شماره 818-344-6818 زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. در هر جا که هستید میتونیم با شما مشاوره بدیم. در دو دفتر لس آنجلس تارزانا میتونید حضوری تشریف بیارید. بایو فیدبک، نرو فیدبک، EMDR، هیپنوتراپی میتونیم کمکتون بکنیم. و EMDR خیلی تکنیکی است که اصلا معجزه میکنه. اون خاطرات تلخ گذشته، مخصوصا این خانوم مثلا تینیجر بودن و انقدر انتظار داشتن و دیگه زندگیش رو اینجوری دیده، داره میبینه و هنوز زجر میکشه، میتونه کمک کنه، کمک بگیره. یا خانمی که خیانت شده بهش، چون خیانت واقعا پژوهش علمی نشون میده که با 98% مردم ابراز داشتن که خیانت یک رفتار بسیار زشت، نکوهنده و بسیار دردناکیه
و بله افسردگی پیش میاره، ناراحتی پیش میاره، بنابراین حتما باید کمک بگیرید، حتما باید کمک بگیرید و تکنیک هایی رو که بهتون یاد میدیم یاد میدن استفاده بکنید و بعد ببینید بعض وقتا رابطه خیلی بهتر و خوبترم میشه. برای سفارش کتاب ها در ایران میتونید به شماره 011-98-912-578-1366 تماس بگیرید یا روی سایتمون برید noravi.com. روی فیسبوک میتونید برید، مثل که ما دیگه عضو زیاد شده دیگه نمیتونیم قبول کنیم، جا نداره، مثل که 5000 تا بیشتر شده و اینا، بعد دوبار شده اینجوری که آقای دکتر رعوفی لطف میکردن و چک میکردن میگفتن و نمیدونم یه صفحه دیگه درست کردن، مثلا روم نمیشه بگم، میگن فن پیج. میتونید اونجا برید اضافه بکنید اسمتون رو، اگر جوابی نمیدیم خارج از کنترل من هست. خب ما روز پنجشنبه ساعت 5 در خدمت شما هستیم و جمعه ساعت 1:30 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم. یادتون باشه زندگی اونجوریست که ما خودمون نگاش میکنیم. Things are not the way they are, things are the way we look at them. The way we give meaning. اونجوری که ما معنا میدیم، بزرگش میکنیم، نگاهتو، رفتارتو، حرفتو و من بر خودم معنا میدم. نه، صادقانه، راحت، هر چیزی رو که در دیگری، رفتاری که با ما داره و ما دوست نداریم، ازشون پرسش کنیم. من از مریم خانه میخوام بپرسم راجب وقت که چجوری، ساعتها چطوری میشه. قدانم ازتون مریم جان، سپاسگزارم با امید صحبت کردن با شما. اونایی که خطشون قبلا روشن بوده که من دیدم جواب میدم. خدا نگهدار. گوش خدمتتون. گوش خدمت. دکتر شیرین نوروی، دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص دستنجش‌های علمی و روانی از آمریکا، با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هر چه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت noravi.com مراجعه فرمایید.